محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. دفع خون از طریق اعضا به شکل حجامت یا همین قبضنی خیلی تأثیر بسیار عالی داره در بهبود وضع اونا و درمانشون، به خاطر اینکه این گلبول‌ها که دفع میشن بدن نشاط پیدا میکنه و در از اکسیژن رسانی به اعضا خیلی بهتر انجام میشه. انجام قمزنی معمولا به استخوان جمجمه آسیب نمیرسونه چون معمولا سطحی انجام میشه، ولی در مواردی که خراش‌های جزئی رو جمجمه هم داشته به خاطر سفتی استخوان اینایه مشکلی ایجاد نمیکنه. ترمیم زخم‌های قمزنی که معمولا شکاف‌های گاهی شاید عمیق هم باشه توجیه علمی نداره واقعا، به خاطر اینکه بعد از انجام قمزنی معمولا افراد قمزن میرن حمام استحمام میکنن و بعد هیچ مشکلی نمیاد پیش نمیاد. این توجیه علمی نداره چرا حالا به این راحتی بدون اینکه عفونتی بکنه یا مشکلی پیش بیاد، و قطعا از نظر اعتقادی ما این رو از برکت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام میدونیم. سر این قمزنی نوع حجامته و حجامت سره که بهترین حجامت ها هست. ما نمیخوام بگیم که بالاخره کار پزشکی هست، ما اگر روزه میگیریم روزه را به دلیل فرمان خدا میگیرم، نه برای اینکه موجب صحت و تندرستیه. مسائل بهداشتی را ما با مسائل اعتقادی قاطی نمی کنیم. خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی را رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب قیم القدیر، یکی از بزرگان حوزه برای من نقل میکرد، میگفتش که من در کربلا روز عاشورا تو حرم تو صحن مطهر آقا امام حسین ایستاده بودم، تو یکی از ایوان یکی از اتاقا کنار علامه امینی ایستاده بودم. علمای سنی بغداد اومده بودن در کربلا برای تماشای عزاداری، ناگهان هیئت‌های قمزن غرق در خون ریختن تو حرم، و بعدم هیئت های سینه زنی که از سینه هاشون از زنجیر خون میریخ، سینه زن که از سینه هاشون خون میریخ، علل خدود لاتمات تو صورت زده بودن صورت و سر و غرق در خون. این عالم سنی وضع کرد آرام آرام مد کنار علامه امینیش ایستاد که میشناختش، به علامه امینی گفت شیخ نهازا جایز؟ این کاری که نمی کنن جایزه؟ این کار جایزه؟ علامه امینی فرمودن که این نهازا لواجب، نه فقط جایزه بلکه این کار واجبه. چند سال قبل از یکی از مراجع بزرگ در اصفهان پرسیده بودند که قمه زدن چه صورت دارد، خدا رحمتش کند. جمله خیلی زیبایی گفته بود، هم از مسئله فرار کرده و هم جواب شیوا و لطیفی داده بود. گفته بود این کار کار عشق است و مربوط به فقه نیست. اما قمه زدن، ما در این مدت عمر که 70 سال بیشتره ندیدیم مرجعی از مراجع فتوای به حرمت بده. دلیل علیت به جای خودش هست. نخشین بچه رو آوردنش اینجا که دارن قمه میزنن توی روحی از تحصه نمیذارن؟ نه خب این بعد از حالا یاد بگیره که تو ادای امام حسین شرکت بکنه. خب من فکر نمی کنم این 10 سالش هم شده باشه با خون دیدن و اینا. نه خب اینا بعد از همین بچه یاد بگیرن که برای امام حسین خون بدن، باید اینجور باشه، یه مسلمون یه شیعه باید اینجور باشه. ملاکی ما قرداشتی غربی ها نیست، تو قرآن هم گفته لن ترزا انکل یهود ولا نصارا حتی تتبع ملت هم. یهود و نصارا هیچ وقت از شما راضی نمیشن مگر اینکه شما به دین اونا دارن. اگه ما الان قمه زنی بکنیم بعد سیاه پوشی بعد سینه زنی بعد زنجیر زنی، بالاخره اونا دلشون برای دین ما نسوخته، کم کم سانسورش میکنیم. اونه چند وقت بیش پرتغاله نشون میداد کامیون های پرتغاله باید میشن میزدن به هم دیگه که عشق میگرفتن، اونا عشقشون اون بوده، ما هم عشق حسینی اون همینه، مسخره نیست عشقه. و خود مولا امام حسین سلام الله علیه شاهد است که آتالله بهادینی خودشون فرمودند روز عاشورا وقتی قمه زن را قمه زدند دیدم هر قمه زنی خیلی بی حاله، همون ملائکه زیر بغلش رو گرفتم. خدایا تو شاهد باش راست میگم، امام زمانم شاهد است که راست میگم. خدا میداند نوری را که من روز عاشورا تو قمه زنی احساس میکنم، به خدا راست میگم نه در حج یه همچین نوری حس کردم، نه در تدریسم، نه در تحصیلم، نه در و نه در و نه در و نه در.
آیت الله عظما بهجت سلمه الله تعالی الان زنده است، او دیگه شاهد نمیخواد چون زنده است. فرمان وقتی اون آقا در یه چیزایی نوشت، مرحوم استاد الحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب از امسال قمه بزند. آیت الله بهجت فرمود اون سال 700 مجتهد در نجف از آیت الله صاحب حسن اصفهانی متابعت کردن قمه زدن. منم دیدم، هم میترسم و هم بونیه قمه زدن و هنر قمه زدن ندارم. از طرفی هم مقلد سید بودم، صاحب حسن اصفهانی بودم، نمیخواستم مخالفت کنم، لباس پوشتم رفتم تو قمه زدم و اون لباس من خونی شده و نشستمش. آیت الله بهجت فرمود لباس قمزنی خونی را نشستم، نگرداشتم، وصیت کردم، گفتم با من دفن کنید. تو قوم تا حتی بعد از انقلاب چند سالی هم قمه می زدن و قشنگ صبح ها شروع می مدن تو خیابون ظاهر می شند و می مدن تو حرم و حتی تو سخ می مدن. وقت مرحومات رو گل پایبانی فرمده بودن که هر کنون بودن بیمارستان و پانسمان و باند و دارو هرچی خواستن بخده من. اصلا محمد شیرازی هم یه همچین برنامه داشتن، تقبل میکردن، کفن میدادند. اینا بچه نبودند، اینا چیز میفهمیدن. علامه امینی چیز حالش بود، استاد الحسن اصفهانی چیز میفهمید، مراجع نجف چیز حالشون بود، نائینی و کمپانی بچه نبودند، پهلوان فقه و اصول و تفسیر و قرآن و معارف بودند، چیز میفهمیدن، چیز میفهمید. Hussain, 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 Huss